جناب رئیس جمهور سلام عرض می‌کنم خدمتتون. سلام علیکم. جناب عالی در ایام انتخابات سال گذشته قول دادید که گشت ارشاد برای مدیران را اندازی خواهید کرد، اما در یک سال گذشته بیشترین موضوعی که در مورد گشت ارشاد مطرح بوده موضوع گشت ارشاد در واقع اجتماعی بوده و خبر خاصی درباره گشت ارشاد مدیران منعکس نشده است. بفرمایید در زمینه گشت ارشاد مدیران تو یک سال گذشته چه اقداماتی انجام دادید؟ خیلی ممنون. متشکرم. گشت ارشاد مدیران رو من وعده کردم و به وعده عمل کردیم. گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شد، به دستگاه‌های مختلف داره سرکشی میکنه. آثارش رو من در ابتدای سخن گفتم، بعضی از تخلفات به محض گزارش نتیجه برکناری فرد در حد حالا کارشناس اینا جای خودش داره، یا مثلا کارشناس مسئول، نه مدیر کل، حتی معاون وزیر، موردهایی هم گزارش شده در رابطه با فساد برخورد شده، خود دولت پیگیری کرده و تحویل دستگاه قضایی داده. این نسبت به گشت مدیران. گشت مدیران فعالتر از همیشه دنبال خواهد شد، وعده‌ای که ما دادیم. این فقط برای یقه گرفتن نیست، نه، بلکه برای آن است که اگر دستگاهی توجه نکنه، غفلت کنه از یک کاستی، این ارشاد و این حضور و این بازرسی اونها رو متوجه بکنه. خیلی وقتا متوجهشون میکنه، میگن ما غفلت کردیم از این قضیه. یعنی حتما الا ولابد مواجهی نیست که وقتی ما بگیم یک گشت مدیران وارد دستگاه میشه مساویه با اینه که یک فرد فاسدی وجود داره، نه، ما این رو نمیخوام بگیم، ولی حتما پیگیری میکنه اجرای قانون رو و عدم فساد رو، نبودن کجی و روابط ناسالم رو، پیگیری گزارشاتم برقراره. این پس انجام شد. اما نسبت به مسئله امنیت اجتماعی در جامعه، ببینید، زنان و دختران ما این عفت و پاکی را از یک فرهنگ، یک آموخته و داشتن یک تمدن بسیار قوی و قویم در ایران اسلامی دارند. این انتخاب امروز نیست، یعنی عفیفه بودن زن مسلمان و زن ایرانی مال امروز نیست، مال دیروز نیست. همواره تاریخ ایران اسلامی را نگاه کنید، زندگی دختران و زنان این مرز و بوم همراه بوده با عفت، همراه بوده با پاکی و طهارت، همراه بوده با عفاف و حجاب که عفاف گفته میشه، همراه بوده با همین عفت بوده. و الان هم در جامعه مدار قانونه، هیچ کس کار سلیقه‌ای حق نداره بکنه، هیچ کس فراقانونی حق نداره کاری رو انجام بده، نه فرای قانون نه با سلیقه شخصی. اون چه که ملاک و معیار در جامعه قانونه، احترام به قانون برای همه ضروری است. و من به نظرم قانون مداری و قانون محوری همه مسائل رو حل خواهد کرد.